سلام، با گفتگوی اختصاصی امشب خوش آمدید. کماکان 4 ماه از تحول سیاسی در کشور می گذرد. تحولی که تصوران برای اکثریت قابل پیش بینی نبود. احزاب سیاسی و گروه های فعال دیگر نیز فعلا در صحنه سیاست کشور حضور ندارند. ادامه این روند چه خواهد شد؟ نقش گروه های سیاسی و گروه های فعال در نظام آینده چه خواهد بود؟ و همچنان بحث جنجالی حکومت همشمول تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ مهمان من امشب آقای وحیدالله صاباون، رئیس حزب متحد اسلامی افغانستان است و بیشتر در رابطه به این مسائل بحث میکنیم. آقای صاباون، بسیار تشکر از این که با ما فرصت دادین. در نخست میخوایم مگر از دید وسیع‌تر به قضایای فعلی افغانستان نگاه بکنیم. از وضعیت موجود چقدر راضی هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید میگم به شما، احترامات تقدیم میکنیم با دوستان شما، کسایی که ما شما را میبینم، گپ ما شما را میشنوم. به هر صورت انقلاب آمد، تحول سرتاسری آمد که بعد از 50 سال و در طول عمر افغانستان مثل ایوار یک انقلاب سرتاسری که از عشق هاشم تا اسلام قلا، از نورستان تا نمروز انقلاب بیا، تمام اقوام، تمام ولایات به شمول مرکز به دست یک حزب یا انقلابیون سقوط کنه، ای بسیار استثنایی است و کم است. همیشه انقلاب آمده و اختلاف آمده و جنگ آمده و یک طرف دو طرف تسلیم نشده. ای اگر بگویم حکومت قبلی خداگیری بود و حکومت انقلابین و آمدنشان خدا دادی بود، با وجودی که 20 سال انقلابیون مبارزه کردن و کشته دادن و 51 هزار از انقلابیون کشته شدن، 47 هزار مردم کشته شدن، 66 هزار از اردو کشته شدن، این یک رقم بسیار بالاست، کم نیست. به این قسم زخمی و معلول و معیوب و مردم خسارمند شدن. درست است که یعنی انقلاب کردن و زحمت کشیدن و بالاخره نتیجه زحمت خود دیدن، ولی آمدن کابل و سقوط کابل ای یک چیز نو بود که در تاریخ افغانستان نبود و ما گریختنی که دکتر سیاوش‌اشرف غنی میگم که خوب شد که گریخت، مردم از کشتن خلاص شد. مقاومت اگر میکرد 2 سال کابل مقاومت کرده میتوانست. پایین 90 هزار اردوی تا دندان مسئله و زیر قمانده رئیس جمهور، کابل یک مملکت نیست، کابل یک ولایت بسیار از نگاه زمین خرد است و میتانیست که چی بکنه دیپا بکنن. خب امی ربطنشانم گریختنشانم یک نوع
استثنایی است. فکر میکنین به نفع مردم افغانستان تمام شد؟ به نفع شهریان کابل. درست. در این رابطه هم از شما سوالی می داشته باشم. در کنار از این که پست های بسیار بلند را از زمان حکومت مجاهدین تا به حکومت اشرف غنی شما کار کردین، مشخصا در رابطه به ماموریتتان در جریان حکومت پیشین می خواهیم بحث بکنم. شما مشاور رئیس جمهور بودین. فکر می کردین که همچون یک تحول به وقوع پیمانده؟ بله. بله ما هر چیزی میگه کش میکنی و دراو میکنی. ما این وضعیت را میخواستم میدیدم ولی بالاخره به این سرعت که بعد از خروج خارجی هم ما منتظر بودم به چی شکل یک طرف صلح بود و گپای صلح بود یک طرف این واقعیتی که پیش آمد ولی ما از اول به این فکر بودم ما شروع کرده سیب گفتم گفت به خلیلزاد سیب گفتم به هر دو گفتم که طالبا 150 نفر کلانه ملکی است یار سهم بتیده حکومت خلیلزاد گفت که هم شورای انتظار خپاست گپ زده نمیشه همراهش و هم امریکا خپاست گپ زده نمیشه همراهش ولی ما بسیار شلگی کردم ولی گپ ما قبول نشد و امی طالبا در قندهار تسلیم شدن حکومت خود تسلیم کرد به کرده سب کسی از کرده سب قبول نکرد گفت یه غمی دیگه با ما جور نکو کرده سب قبول نشد یعنی یک نوع قهر و غصه و این مسائل بود او اخ به حزب اسلامی جای بتین دو وزارت حقش بود به نمایندگی جدید ندادن حتی حقوق ما را ما به نام ازی که ما حزب اسلامی استیم ندادن ولی ما گفتم ما ادامه میتم سیاست میکنم و فعال فرهنگی میباشم بعد از اون در جریانی که ما بودم وزیر مشاور ما به جناب کرده سه و میشا راجع به صوب راجع به گزاره راجع به هم اقوام هیچ قوم محروم نباشه و راجع به طالبان مشوره خیر راجع به جنگ هم گفتیم جنگ رای حل نیست درست این که وضعیت را پیش بینی میکردین فکر میکنین که نظام که قبلا وجود داشت باورمند به سال نبود یا فکر میکنین که خارجی هایی که به نحو شریک هستند در این معادلات حمایت نمیکنن دیگر اون نظام را هر کاری که و هر کسی که به یک پروتکل بیه و دو طرف مطابق پروتکل نباشن قبول نمیشن خواست افغانا رهبرا کلانا این است که متحد میشه به خارجی یا به یک طرف بالا باز که با پای استاد شد زیاد استاد نمیشه با متحد خود همیشه ما را که خارجی ها سیب پذیر کرده و ما را توانی کرده به می که رهبرای ما یک تعهد میکنه مثلا با امریکا به او تعهد تا آخر استاد نمیشه مثلا خارجی میگه اینجا همه شمول باشه و اینجا توافق با همه باشه و تمام سمت ها و تمام احزاب یا تمام قوم ها در این حکومت شریک باشه باز به این قسم ما سینه کلانای رهبرای ما کلان نیست که با همه چی کنن در آغوش بگیره ولی حاضا خارجی او را جواب میده که این قسم به نفع ما نیست به نفع کشور ما نیست به نفع پالیسی ما نیست بازی سقوط میکنه یا مخالف میشه که به قدرت برسه
مخالف میشه با امریکا با پالیسیش، مخالف میشه با کشور دیگه یا کشور دیگه. به این خاطر دکتر سید اشرف غنی از دوستای اول امریکاست، ولی منافع امریکا دید که در وجود از این منافع ما نیست. مثلا کرده صاحب یک شخصیت ملی افغانستان بود، با امریکا دوست بود، ولی با امریکا درگیر شد. بله، شما پیشتر اشاره کردین که در 20 سال قبل شما از رئیس جمهور کرزی خواستین که تعداد سران ملکی امارت اسلامی نقش داشته باشند در حکومت، همینرقم از آقای خلیلزاد خواستین. حالا وقتی که تمام کننده یا تصمیم گیرنده خارجی ها بودن، چگونه میتونیم افغان هایی را که به نحو در رأس یا آمده بودن یا جاگزین ساخته شده بودن ملامت بکنیم؟ کی را ملامت کنیم؟ بلفرض آقای کرزی یا آقای اشرف غنی؟ میگم که یک واقعیت بود، جنگ آمد. جنگ امریکا شوروی وارد نبود، خو آمد جنگ شد. امریکا آمد که ما با افغانستان و اسلام کار ندارم، ما یه جنگ حقوقی دارم، ملل متحد در راس و کل دنیا ما آمدیم، با ما کسی که پیش ما متهم است بتا. خب طالبا گفت که تاریخ ما خراب میشه و اینجا نیست و یا نمیتانم بتیم. جنگ شد، خود جنگ آمد، در افغانستان حضور پیدا کرد، منطقه طرف طالبا امریکا و دنیا گرفت. خب اینجا حضور پیدا کرد. بعض هم گفت که ما با شما افغانا مقیمیتیم، شما حکومت خود بسازین، سیاست تانا بکنین، حکومت تانا، طرف ما جمهوریت است. مطابق قانون جمهوری شما نظام تن ادامه بتین، رئیس جمهور تن صلاحیت بتین، رئیس جمهور تن صلاحیت دارن کسی را تعیین کنه و کسی را چی بکنه. دشمنی مرا نبیاره، کسی که با ما جنگ کده و با ما دشمن است او را بی مشوره ما نبیاره. این پالیسی بود به می شکل ما داخل ملامت میکنه، داخل چوکات. مثلا کسی که میگه ما خدا میگه که همه چیز در دست ماست، چرا یک نفر کسی را میکشه بندی میشه یا مثلا در آخرت عذاب میشه؟ نه، خدا میگه که ما به شما عقل دادیم، علم دادیم، خوب و خراب نشان دادیم، حقوق کسی را به شما نشان دادیم، و شما خلافی او که کردی عذاب میشی. به ملی هست که رئیس جمهور صلاحیت تفویض شد مطابق او چی میشن ملامت. حالا برخلاف همین آقای سباون، امریکایی ها با گروهی که خود را دشمن میخواندن رفتن در دوحه یک تفاهم را امضا کردن و به نحو قسم که چهره های پیشین سیاسی هم میگن بدون آگاهی حکومت موجود اونا را وارد مذاکرات ساختن. وقتی که خود آمریکا خواست که امارت اسلامی وارد صحنه سیاسی شود، چرا نتونست یک تفاهم را با متحد دیگرش انجام بده؟ امریکا و هر کس صلح به دشمن میکنه، کسی پدرش کشته باشه یا کسی قومش کشته باشه با او صلح میکنه. صلح و دوست نمیشه، صلح به دشمن میشه. امریکا دید که نفع ما جنگ نیست، این جنگ با ما سریعتر و دیگه ما شعلاورتر میشه، دیدن فیصله کردن که ما به طالب صلح میکنیم. صلح کرد، اجدام تحمل کرد ولی صلح کرد. کی خبر است که اشرف غنی خبر نیست؟ کی در جریان است که محیب خبر نیست؟ که به این جریان نگفته، یا وزیر خارجه امریکا نگفته و یا خلیلزاد نگفته؟ این کب بین وا دو به دو و سه به سه و چهار به چهار است. پس چرا یک تفاهم صورت نگرفت؟ آمد یک فیصله در دوحه امضا شد، یکی در کابل امضا شد. و چی بود؟ توافق بود.
حوصله است. این خودخواهی است. خودخواهی افغانستان خواهی پرخ میکنه. افغانستان هم میخواه یک چیز است. و اگر خود هم میخواه دیگه چیز است. ولی حاضر ما این را نمیگم که دکتر شبه شرفانی در جریان نبود. یا کدام توافق بینکشان نشد. توافق شد. اینجا رئیس نتو آمد. وزیر دفاع امریکا آمد. وزیر خارجه آمد. فرار اشرف غنی برنامه ریزی شده بود؟ فرار اشرف غنی نه. خداگیری بود. و ولی به نفع ملت و طالب تمام شد. بله. در این قسمت که شما اشاره میکنین که به نفع ملت این فرار تمام شده، چگونه ممکن است وقت همگی میگن که اگر میماند رئیس جمهور قدرت را به شکل مسالمت آمیز تسلیم میکرد به امارت اسلامی، فعلا در همش یک مزیقه اقتصادی قرار نمیگرفته؟ ما میگم که اینجا دو گپ است. خب سول تقریبا امریکا و دنیا میخواه سول سول شوا طالب اول به غیر مستقیم در سول شریک شوال حکمت سیومی که ایرم اشرف غنی خراب کرد که ما یک رئیس جمهوری منتخب می خواهیم و ما ایرم می خواهیم ما ایرم می خواهیم همیشه شما اشرف غنی خراب کرد. در او وقت جنگ شروع نشده بود، زمستان بود، وقت کار بود، وقت شورا بود، یه قبول نکرد که البته یاد این یک کسی غیر از ما میه، یا کسی غیر از دوستای ما میه، یا کسی که نمیخواه او میه. خب خاتم دستور یا کسی میه که دو طرف مطرح باشه یک طرف نباشه، قبول نکرد. دو کار اشرف غنی ملامت بود. این صلح صلح خود اشرف غنی خراب کرد. بعض امریکا گفت که نمیتانی دفاع کنی، وضعیت خراب است. تا سه روز پیش سقوط کابل هم وزیر خارجه باش گفت که نمیتانی دفاع کنی، گفت نه، یا مرگ یا کابل. خب ما پلانی ور نیستیم، پلانی ور نیستیم که میگوزیم ما یا اینجا قربانی میشیم و جینمی خوبی چی ضرور و امریکا بگو که ما نمیتانم که سرنویس شما رو مشخص کنه. امریکا خو یک کشور نیست که یک کشور خرد دنیا باشه. رئیس کل دنیا این را میفهمه که چی بکنه، چه قسم معادله را تغییر بده، چه قسم وارد عمل شوه، با پاکستان چی کنه، با قطر چی بگویه، با امارات چی بگویه، با سعودی چی بگویه، با ازبکستان چی بگویه، با یک غیر مستقیم چین و روس چه قسم بکنه که سقوط نکنه. یه از دوستای اولینی امریکا سا اشرف غنی خالی هر کاری که مثلا اشرف غنی قصدنی کار کرد خلاف چی منافع امریکا، خب امریکا صلح میخواست، صلح به نفع افغانستان بود، به نفع رهبران بود، به نفع احزاب بود، به نفع طالب بود، به نفع حکومت بود. حالا فرمول صورت نگرفت، امارت اسلامی به هر نحوه که شد آمدن در کابل زمام امور به دست گرفتن، همی برنامه امریکا بود؟ نه، برنامه خدایی بود، نظم ما بود. کسی دعا کرده باشه که خدا در کابل دیگه جنگ نشوه، قبول شده باشه یتیم و فقیر و غریب و اینمی و نه برنامه اشرف غنی بود، نه از امریکا بود، نه از کرره بود، نه از ما بود، نه از حکمتیار بود، نه از کس دیگه بود، نه از ملا عمر بود، ملا هیبت الله بود، نه از قماندانش بود. هیچ در خیالش نبود که ما به زودی کابل داخل میشیم و بدون جنگ، بدون خونریزی. شما اطلاع نداری که در هلمند و قندهار چی تیر شده، دم ما چی کشت و خون شده، چی حال تیر شده سر هلمند. کم کم در تلقان و یا در بدخشان و یا در شبرغان و یا در
انوخی و پاریا و اون بادغیزا و یا هرات ولی هلمان پرا و قندهار جنگ ها شده جنگ های خوناشام به هر صورت فکر نمی کرد کابل به این قوت به این وردو درست. نقش سیاست گزارای افغانستان، سیاسون افغانستان، احزاب در این تحول چی بود؟ آیا شما جلسات با حکومت پیشین داشتین؟ نظریاتتان چی بود؟ حکومت چی میگفت؟ آیا منتظر این بود که همچون یک جنگ رخ بده؟ و آیا احزاب سیاسی از حکومت پیشین حمایت میکرد یا خیر؟ احزاب در هر دو حکومت به خاصیت بود. بعد هم در حکومت کرزی صاحب هم در حکومت اشرف غنی صاحب هر دو احزاب بی خاصیت بود، نام و عنوان بود و یک هم وقت میخواست که بیاین بیشار ملل متحد است، بیشار امریکا است، بیشار جنگ است، یک هم وقت میخواست. او هم در دستشان کدام گپ بود و را میگفت این همی گپ است، جریان هم میگفت، گزارش هم میگفت و دیگه دوستی بود با احزاب. و به مو حدی که احزاب کسی میخواهد که حقوق داشته باشه 77 حزب جور میکنه، 90 حزب جور میکنه، 50 جور میکنه، اعلان میکنه که احزاب فکری است نه قومی. خب مطابق فکر شش ائتلاف با شش حزب، پنج ائتلاف یا پنج حزب، هر کس به هر کس جور می جور می. خوب که پنج حزب می شد رئیس جمهور از گریوان می گرفت چی می کنی بیاده که پنج حزب می شد دکتر صاحب کجا می ری؟ و از این خاطر احزاب پرچه پرچه کردن، چند جامعه مدنی جور کردن برشان، چند گروپ های پرهنگی جور کردن، چند شبکه های زنان جور کردن، چند فعالان مدنی زنان جور کردن، حقوق بشر زنان جور کردن. این به احزاب توهین بود، اهانت بود و غیر قانونی بود، چون در قانون جای حزب معلوم بود، در سازمان جای حزب معلوم بود. متاسفانه بسیار در این گپ ما گپ خود زدیم، احزاب گپ خود گفتن به هر دو رئیس جمهور در هر دو دوره، ولی هر کاری که کده خودش عمل، هر کاری که میخواستن عمل کنه خودش کده. تشکر. یک ظاهرا یک چی جور شده، ببخشین شما در سوال قبلی یک چی ماندن. بله امورا میخواستم بفر. طالبا را طالبان خواسته شدن، امریکا جناب کرزی صاحب گفت که شما و دکتر عبدالله نروین، دکتر صاحب حکمتیار صاحب نروین و شما امنیت کابل بگیرین. و گفت ما امنیت خود گرفتن نمیتانیم. زنگ زد با ملا صاحب برادر که شما بیاین کابل. گفت او هم ایران ماندن که آلی ما چه قسم بیاییم و تعجب هم کردن که ما را چه قسم میخواهی چی گف شد. جریان گفتن باز خلیلزاد گرفتن با وا که شما طالبا خواسته شدن به کابل. اول گفت که شب اول گزمه روان قدم میتانیم و سبا کمی آمد ما اینجا بودم. بله درست. این در رابطه با عوامل داخلی است که چه کارهایی شد. امین احزاب سیاسی اکثر چهره های نامدار وقتی که ولایت ها دست به دست میشد بین امارات اسلامی و نیروهای حکومت پیشین رفتن در جبهات جنگ کردند. شما چرا جنگ نکردین؟ ما از اول مخالف جنگ داخلی بودم. حزب ما از اول مخالف بودیم. از 20 سال بهتر ما مخالف جنگ هستم. ما در جنگ نبودیم، ما در مشوره جنگ نبودیم، حکومت بودیم. کسایی که جوانای ما در اردو بود، در اردو بود، عسکر بود، عسکر بود، در پلیس بود، در پلیس بود و امنیت کار میکرد، امنیت کار میکرد. کسی وکیل بود، وکیل بود، کسی والی بود، والی بود. کوچه رام میگفتن که مخالف جنگ هستن اما در مقابل امارت اسلامی جنگ کردن.
ما نیستم و شورای ما تا خلاف امارات جنگ نکردیم امروز شما هم فکر بودین با امارات اسلامی مخالف جنگ بودیم هم فکر نبودین مخالف جنگ بودیم امروز هم ما مخالف جنگ داخلی استم شورای چیتم گفتم مقاومتا بله جبهه مقاومتا که جنگ نکنین، سول کنین، مصالحه کنین، این جنگ به نفع نیست. در شروع جنگ پنجشنبه گفتم. و بله. بله. یعنی پالیسی ما این است که جنگ رای حل نیست. درست. 20 سال به این طرف. تشکر. ادامه این بحث را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. بعدم این بحث بازم خوش آمدین. آقای سباون، حالا به هر حالش تحول صورت گرفت. در این شک نیست که یک حکومت تازه شکل گرفته. حالا سوال این است که بحث ادامه حکومتداری از چیزایی است که همه را نگران ساخته و هر از گاهی این که سیاست ناروشن دنیا در مقابل افغانستان دیده میشه و نمیتونیم به دید واضح و یک بحث واضح دنیا در قبال افغانستان برسیم. کشورهای مختلف گپای مختلف میگن. روسیه، چین ظاهرا حمایت میکنن از این حکومت، اما آمریکا میگه که به هیچ وجه به تفاهم نخواهد رسید. حتی دارایی های مردم افغانستان را رها نخواهد کرد. همین‌رقم اتحادیه اروپا گپای متناقض دارن. بعضا میگن که مایل به این هستن که یک دفتر سیاسی را در کابل افتتاح بکنن. تعداد از کشورهای اروپایی هم گپ‌های دیگر میگن. به نظر شما رویکرد دنیا در حال حاضر در مقابل افغانستان چگونه است؟ ولی خب دو گپ است. یک طرف امارات است، یک طرف دنیا است. دنیا جمع همسایه و جمع منطقه و کل جهان یک خواکشریتی بود که از اینجا برآمد. پس زود داخل آمدنشان چون صلح نشد به جنگ بیرون شد. بازم طالبا مطابق دوها تعامل کردن که پس به امریکا اجازه دادن آمدن و مربوطات خود کشیدن. این یک چی بود؟ یک موفقیت بود که پس گپ زده شد. باز گپا را چی دنبال کردن کشور قطر و طالب هم اعتماد میکرد، امریکا هم اعتماد میکرد. پس زمین هم سایل شد که امریکا گپ زد بخاطر تعامل که تعامل میکنین. پیلا حکمت موقت طالب است و امارت اسلامی پیلا حکمتشان سرپرست است. حکمت اساسی وام اعلان نکده، شورارم جور نکده و قانونم اعلان نکده و رهبرم اعلان نکده و پیلا یک سرپرست ترازم تعین کده و حکمت نگران است. حکومت در حکومت نگران نم دنیا زیاد پیشار نمیره و پیشار را که میره بخاطر حکومت آینده میره که طالب حکومت چی میکنه جور میکنه. دو نقطه یا پیش کرده که یک تعلیم و دو همه شمول، یک تعلیم و یک همه شمول. اینجا میمانم با دنیا، میرم با امارات اسلامی. اگر امارات اسلامی میامد روز اول اعلان میکرد که هر کس در جایش وظیفه خود ادامه بتین، ما اینده باز میبینیم. زیاد مردم به طرف گریز و تخلیه نمیرفتن. یا آیسته آیسته
قوانین اسلامی خود را تطبیق میکرد تطبیق میکرد خو البته یک خو مشکلی بود که بسیار تبلیغات شده بود که اردو کافر است بیدین است و داخل اردو خارجی است در حالی که قسم نبودم کلی افغان ها بود خب سومی بود که جنگ شده بود بسیار دو طرف قهر بود و دو طرف یکی دیگر تاوان رسانده بودند نو اینجا که مجاهدین امارات آمدن غالب دیگه میخواست که دشمن خدا ضربه بزنه و باز تبلیغات شده بود با امارات اسلامی که ای اردو حفاظتش به این شکل جایز نیست باز ای برشانه ای مامورین که اینجا زیر قمانده خارجی کار کرده و یا عشای خارجی را خورده پولیشان را مصرف کرده و یا ماندنشان لازم نیست این تبلیغات شده بود ذهن مجاهدین منفی بود امارات نمیتانستن به زودی و را دلاسه کنه و قناعت بتا شورای سیاسی که در قطر بودن و هم زود آمده نتانست و نمیتانست که سر قماندانه حاکمیت کنه و قماندانه را دلاسه کنه به زودی اینجا یگان کشت خونم خصوصی خصوصی شدن از این بابت ما چی ترسیدن مردمی که قبلا در حکومت کار کرده بود همه خود مخفی کرد چی پلیس بود چی غیر پلیس بود چی اردو بود چی ملکی بود چی قاضی بود چی ملا بود همه چی شد در فکر گریز شدن تا که یا از قطر آمدن و بعض با کلانا صحبت کردن بین خود صحبت کردن قندر رفتن و اینجا آمدن بعضم یا تلاش کردن اول که کار نظامی نشوه یک جبهه بزرگ نو آمدن قوتهای جنوبی را گفت که شما اگر پنجشیر جنگ میشد شما نرین که جنگ قومی میشه در شمالی شما نرین که جنگ قومی میشه شما لطفا در کابل حضور تانا کم کنین که باز جنگ قومی نشوه ای را درست بله زبر های خوب در قسمت صورت گرفتن میگم ای طرفشان و چیزی که بود و ای بود که به این سویه آمدگی امارات نداشتن بسیار کار بزرگ شد تطبیقش آسان نبود درست بله. دنیا که ببخشین آره که امریکا نشست کرده فیصله شده که با امارات اسلامی تعامل شوه این تعامل هم به نفع است به نفع افغانستان به مردم افغانستان است که اروپا هم فیصله کرده که 12 کشور مرکز باز میکنه در کابل این هم یک کار خوب به نفع ملت است و این کمکی که 270 میلیون آزاد شده این هم به نفع ملت است این یک بین امارات و بین دنیا اشنایی میشه روابط میشه و به این شکل اگر کسی کم کم ملاحظات داره ملاحظات شم بجاست و این هم امارات هم انسان است حکومت انسانی است به اشتباه نیست و کسی که قبلا بودن ممره یا در این حکومت شریک شوه و هم انسان است و هم اشتباه کرده باشه و یکی دیگر که داغوش بگیره و برادر باشه یک جا باشن این به نفع کشور است و به نفع ملت است بله دقیقا دمی قسمت میخوایم بپرسم ظاهرا سخت است حکومتداری بدون همکاری دنیا و جامعه جهانی در حالی که سرمایه مردم افغانستان هم در حال انجماد قرار داره یک چیزی که همواره مردم را نگران می سازه و از دورا دور این مورد ادامه داره همین بحث جنگ نیابتی در افغانستان است و تضاد منافع قدرت های جهان در حال حاضر این که چین مایل است که همکاری بکنه با حکومت تازه افغانستان و همچنان روسیه اما آمریکا یک سیاست سخت را در پیش گرفته و گفته میشه که منافع این سه قدرت در افغانستان به هیچ وجه همسان نیست چطور امکان داره که یک تفاهم منافع بین همین سه قدرت در افغانستان با وجود بیاید که بتانیم یک ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی و اقتصادی را در افغانستان تجربه کنیم؟ کدام مشکلی خاصی؟ من نمی‌بینم. گپ هست. خب؟
او این است که اگر امریکا میگه که چین و روسیه هم به رسمیت بشناسه، من نمیشناسم. این مطابق پالیسی خود ما، ما تعامل میکنم ولی هنوز سر رسمیت گپ نزدیم. برطانیا و اروپا هم به این فکر است و ناتو هم به این فکر است و تا هنوز هیچ کشوری به زودی که بیا به رسمیت بشناسه طالب، طالب هم ولی امارات اسلامی با به رسمیت دمی عجله آسان نیست. آسان نیست که و یا می خواهی که ما کمبوتات خود پورا کردیم ولی بین المللی بسیار کمبوتات است. بله، حالا ظاهرا بسیار واضح میگه پا گفته میشه. مثلا چین همواره آمریکا را انتقاد میکنه که افغانستان را به وضعیت بد اعلام کرده و نیروهایش از اینجا خارج ساخته. رئیس جمهور روسیه بسیار واضح گفت که سرمایه افغانستان باید رها شود و مردم افغانستان با او سلا نمیخرن به خاطر که به اندازه کافی سلا را دارن و به شکل کنایه‌آمیز این مورد را گفت. قسمی که از گفته ها معلوم میشه یک سیاست ناهماهنگ را دنیا در مقابل افغانستان پیش میبره. حال سوال معمی است که احتمال از این وجود داره که بازم افغانستان قربانی تضاد منافع این کشورها شود؟ روس و چین خوب مخالف امریکا است. آیا امریکا از افغانستان با دوستی بیرون شد؟ نه، با فشار بیرون شد. چه میلیاردها تکنولوژی خود خراب کرد، تخریب کرد که ما استفاده کرده نمیتانستیم و را تخریب کرد. چند میلیارد خساره دیده باشه امریکا. و امریکا آده چین میگه که به وقت و به موقع این چی وقت تا چی وقت امریکا می بودن. ما خب به خوش نبودیم که امریکا باشه. سبا میره امروز بره. ما افغانستان از سابق به خواستشان عادتشان این است. کسایی که با خارجی خوش می باشن او از منافع خارجی برخمند می باشن، فایده مند می باشن. خارجی که برای ملت یا گشنگی یک سال می داشته باشه. انگلیس هم که آمدن به شورای استقلال تحت ریاست نصرالله خان گفت که امیر صاحب گشنه می شین، گشنه می شین، نکنین این معاهده که ما به عبدالرحمن خان داریم، این به نفع تان است. مشکل سلا میتیم، پول میتیم، امکانات میتیم، دارو میتیم، لباس میتیم، نکنین. گفت که گشنگی را قبول داریم و سفیر خود را در هند قبول نداریم، لندن. گفت سعید؟ گفت سعید. این خارجی که بیرون شوه به اون ملک گشنگی میاد. بله. شوروی بیرون شد، خود جنگ بود. بله. شوروی بیرون شد، شما تاجیکستان پرسان کنین چقدر گشنگی بود. از تاجیکستان و ازبکستان که بیرون شد یک سال دو سال می امی اوایدی که بیرون جنگ نباشن مشکل در داخل افغانستان آهسته آهسته حل میشه. یک سال دو سال این مشکل می باشه، زیاد مشکل نیست. تعامل ضرور است. بله، حالا سوال این است که مردم افغانستان به جواب شما قبلا هم یک مردم فقیر بودند، حالت بد را تجربه میکنند. مردم افغانستان مردم است که سه ماه تا نتونستن زندگی خود به شکل نرمال به پیش ببرن. سازمان ملل در حال حاضر میگه که از 23 میلیون نفوذ افغانستان در سه وقت حتی یک وقت نمیتونن این خانواده ها نان درست برشان تهیه بکنن. و ادامه این روند چیزی که شما میگین یک سال و دو سال دیگه، فکر میکنین از حوصله مردم افغانستان داخل باشه؟ ما این نگفتیم که فقیر نیست. ما امی استقامت بزرگش گفتم. بله. که خارج بیرون شوه یا استقلال بخوای یا پول، یا گشنگی در استقلال هست. کل ملت استقلال میخواست، با کل ملت، اکثریت ملت با جنگ طالب که خارج بیرون شوه افغانستان خارجی را نمیخواید. چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان خارجی را نمیخواید حاکم و مسلط باشه. خب آل گشنگی آمده،
همین تعاملی که دنیا میگه، ملل متحد میگه، ما استقبال میکنم، ما استقبال میکنم. ولی چین و روس گپایشان بین امریکا و بین وا اختلافات خودشان است. ولی با نه امارات به این حد چی است که یک چی را اشغال بکشه و یک اشغال دیگر بیاره، یک توسط یک خارجی. این پالیسی 20 ساله ما بود، آج امروز بازم تکرار میکنیم که ما به خاطر کشیدن یک خارجی، خارجی دیگر را نمیخواهیم. بله. ای افغان ها چین به امریکا را جواب بده یا روس به آنا، هیچ کدامش. دوستی، سرمایه‌گذاری و همکاری سیاسی و همکاری تجاری ای به نفع ملک ماست و باید امارات اسلامی برخورد خوب بکنه، تجاری بکنه، تعلقات جور کنه با امی مردمی که مهاجر شده یا ترسیده، کلگی را حیات بپرسته، کلگی را گپ بزنه، در ترکیه بره، در ایران بره، در پاکستان بره، وکیل بود، مامور بود، مدیر بود، وزیر بود. حال چگونه مردم با در نظر داشت همین وضعیت ناروشن، این فقر گسترده ای که وجود داره، چگونه مثلا میتونه مردم بگویم که بازم به زندگی عادیشان ادامه بدن؟ میگم که این خوب میشه. این خود چهار ماه تیر شده. چهار ماه به این تیر شده که ما گفتم که وضعیت اینجا نماس امان بود، وضعیت مشکل داشت. ولی خوب شده میره انشاءالله. امیدوار هستم ما. امیدوار هستم. مثلا اگر یک زمان بندی مشخص بسازیم، در چقدر وقت دیگه نیاز است که وضعیت نرمال شده؟ وضعیت نرمال است. کمی مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی است. 35 میلیون نفوذ افغانستان، 23 میلیونش گشنه است. به حدی بالا تبلیغ هم هست. به حدی بالا تبلیغ هم هست. مشکل هم هست. ما متجری به افغانستان هستم. ما گفتم به این کمک ها ما استقبال میکنم بیا. خان و تجار، سرمایه دار، زمیندار مشکل نداره. برادرای مرکزی افغانستان و مردمای کوه و مردمای درهای طویل مدت و مردمایی که سابقا مشکل داشتن حالا مشکل داره. در افغانستان مرکزی چهار ماه عشای زمین خودشان کفایت نمیکرد، دولت کمک میکرد یا جای دیگر خریداری میکرد، گوسپند میفروخت و رزق جمع‌آوری میکرد. اونجا شش ماه زمستان بود، شش ماه تابستان. به هر صورت این مشکل حل میشه. این مشکل چی که هست قصدی، مشکلیه که به امارت دشمنی را ادامه میتیم و ای بانه و ای بانه و ای بانه نه. بله. امارت خدا باید فرصت اندک است آقای سبون. ببخشید. بله. امارت باید بین خود مشوره و در پیک ملت باشه، در غم ملت باشه و در غم کسایی که میگریزن باشه و در غم کسایی که رفته دوام باشن و به دنیا خدا بسازه تعامل کنه. و شکر. دنیا هم پیشنهاد ما یه سوال امریکا که طالب به شما گپ میزنه که شما امرایشان دشمن بودی مطابق دوها، شما کلان آدم هستین، کلان ملک هستین، بیا با امارات اسلامی گپ بزن که خلاف شما جنگ نیست. بله. فرصت تقریبا تمام است، میخوایم بحث جنبندی بکنم. به دیدگاه شما راهکار که میتونه در حال حاضر از این وضعیت ناهنجار فعلی مردم افغانستان را بیرون بسازه و حداقل بتونیم به یک وضعیت یک مقدار نرمال تر برسیم چه است؟ دنیا با طالب و امارات اسلامی تعامل بکنه و کمی امی امارات اسلامی را افغانا تحمل بکنه و هم امارات اسلامی که دنیا می خواهد که همه شمول و می خواهد تعلیم هر دو را امارات اسلامی مطابق شریعت میگه، بله با حجاب تعلیم اجازه بدن و همه شمول و تاریخو ما نشنیدیم که تاجکا و ازبکای
وزارایی که به طالب هستن و حاکم هستن شکایت کرده باشن. طالب امارت که میگه ما هم مشمول هستیم. خب و دیگه کسایی که به امارت اسلامی تن میتا به امارت اسلامی کار میکنه خب طالب بره حیات روان کنه. بله. و کسی که مخالف چی نیست، مخالف امارت اسلامی است، او چه قسم هم مشمول شوه؟ باز خونه میشه. مثلا در عمران خان گفته بودن اندیوالایشان که طالب و دیگه احزاب شما با خود بگیرین، گفت شما بفرمایی از مسلم لیگ و از پیپل شما یک دو وزیر بگیرین خونه میگیرین. بله. خو که نمیگیرین علی حکومت امارت اسلامی است و ما شکا. از خود تاجکم داریم، ازبکم داریم، هزارم داریم، ترکمدم داریم، نورستانیم داریم، پشتونم داریم. به هر صورت ما میگم بین خودم اتفاق کنه و به ملتم بره و زبان ملتم آشنا شوه. ممنون. غریب از فقیر از رسیدگی کنه، دنیا تعامل کنه. بسیار تشکر از فرصت که به ما دادین آقای وحیدالله سباون، رئیس حزب متحد اسلامی افغانستان. بسیار خوش آمدید. ممنون احمد یوسف، سلامت باشید. بیننده گفتگوی اختصاصی امشب بودید. خدا نگهدار.